گه هوایی ارتش. سی‌ویکم شهریور ماه 1359، ساعت 14. نیروی هوایی عراق با تقلید از نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در جنگ شش روزه به پایگاه‌های نیروی هوایی ایران حمله می‌کند. پایگاه ششم شکاری بوشهر که مسئول پاسداری از آسمان شمال خلیج فارس است، یکی از اهداف آنهاست. خبر بمباران سایر پایگاه‌های نیروی هوایی به سرهنگ صمدی جانشین فرماندهی پایگاه بوشهر می‌رسد. روز اول جنگ دقیقا نماز ظهر بود. من یه دفعه دیدم که یکی گفتش که بیا. گفتم چه شده؟ گفت بیا. دیدم درجه دار پست فرماندهی. گفتم الله اکبر، الله اکبر. خب نمی‌دونستم نماز بالاخره قطع کنم، برادرم نبودیم چه باید چیکار کنم. حاج آقا مقایسه گفت برو. ما اومدم، گفت زدن. من کجا رو زدن؟ گفت مهرآباد رو زدن، همدان رو زدن، دسفول رو زدن. گفتم بده بگو که اسکرامبل، هواپیما بلنش. اسکرامبل، با صدای زنگ آلرت هواپیماهای آماده و مجهز به موشک‌های هوا به هوا برای مقابله با تهدید برمیخیزند. میباید 15 دقیقه بلند شه دیگه. اصلا مدت 10-11 دقیقه من قشنگ داشتم نگاه میکردم، تایم رو نگاه میکردم اینم کی بلند میشه. بعد مدت 11 دقیقه بلند شد. وقتی بلند شده بود این فنی ها اینقدر هول بودن و چیز بودن که یادشون رفته بود این پین چرخ رو بردارن. در حقیقت چرخ جمع نشد، چرخ اون هواپیما. این وقتی که رفت اون هواپیمای اونا که داشتن روبرو که داشتن می اومدن، این رفت تو اینا، اونا هم این ور اون ور شدن که بمباشون همونجا انداخته بودن که به باند نخورد. آموزش ناکافی خلبانان عراقی و حراس ناشی از پرواز فانتوم اسکرامبل باعث می شود که خلبانان عراقی نتوانند با دقت بالایی تأسیسات پایگاه را بمباران کنند. اما موج دوم حملات عراقی ها راه است. سروان بختیاری، معاون یکی از گردان‌های شکاری پایگاه، در حرکت به سمت ستاد پایگاه است که دسته دیگری از هواپیماهای عراقی از راه می‌رسند. از مرکز فرماندهی زنگ زدن. گفتن سریع بیا بالا. به همه خلبانانی که رفته بودن زنگ زدن. سوار ماشین شدم و به سمت قسمت اداری که حرکت می‌کردن در حال حرکت بودیم و صدای انفجار شنیدم. حد زدم که احتمالاً یا بمبارانه یا شکستن دیوار صوتیه، چنین حدسی رو زدم. نگاه کردم دیدم که از بالا هواپیما شیجه کردن به سمت باند و باند رو شروع کردن به بمباران کردن. من نگاه میکردم به اینها و متوجه شدم که اینها خب کسی دیگه نمیتونه باشه جز عراق، هواپیمای عراقی، چون ما با عراق اختلاف داشتیم. دو تا پرنده پروازی رو از ابتدا تا انتهاش من چک کردم. خوشبختانه دیدم که جاهای حساس باند بمب نخورده. اون یک سوم آخرش اونم یک گوشش بمب خورده بود. وسط باند بمب نخورده بود. مرحوم سرهنگ دادپی، فرمانده پایگاه، دستور جلسه ای فوری می دهد. معاونان او و خلبانان پایگاه در ستاد جمع می شوند. آنها تصمیم می‌گیرند تا در سریع‌ترین فرصت به این حمله عراق پاسخ دهند. بنا به طرح‌های پیش از انقلاب، پایگاه بوشهر در هنگام جنگ با عراق باید به پایگاه هوایی شعاع کنند که پایگاه بوشهر را غیر فعال کرده‌اند.
اما تنها دو ساعت بعد از بمباران عراق در اقدامی غیر منتظره برای سرفرماندهی ارتش عراق، 4 فروند فانتوم از پایگاه بوشهر، باندها و تأسیسات پایگاه شعیبیه را بمباران می کنند. این شروع قدرتنمایی نیروی هوایی ارتش ایران است. با پیشروی نیروی زمینی عراق در ابتدای جنگ در استان خوزستان، تمرکز پروازهای پایگاه بوشهر به بمباران نیروهای عراقی معطوف می شود. اما در روز اول آبان ماه، مأموریتی خاص به پایگاه بوشهر ابلاغ می شود. بمباران پایگاه اصلی نیروی دریایی عراق در ام القصر. بمباران ام القصر به محمود زرابی، فرمانده گردان 61 شکاری بوشهر محول می شود. مأموریتی به ما دادن از مرکز فرماندهی چهران، مکتوب توی کیف سامسونیک لک شده، قفل شده و با یه دستبند به دست یک قاصد وصل شده، کلیدش پلوی ما در مرکز فرماندهی بوشهر. عکس‌های هوایی مواضع دقیق اهداف را مشخص کرده است. ارتش عراق در نزدیکی شهر ام القصر به کمک مستشاران روسی پایگاهی دریایی ساخته است. هدف عراق سیادت بر شمال خلیج فارس با استفاده از ناوچه‌های پرسرعت روسی است. خبر سفارش مدرن‌ترین ناوچه‌های ایتالیایی هم به گوش می‌رسد. 8 فروند فانتوم برای این مأموریت آماده می شوند، اما این مأموریت خطرناکی است. افسر اطلاعات آمریکا ما را بریف کرد، جایی که داریم میرین ام القصر پدافند هوایی داره، موشک اینچوری داره، شام 3 داره، شام 6 داره. عراق یکی از قوی ترین سیستم های پدافندی جهان را دارد. انواع توپ‌های ضد هوایی با کالیبرهای مختلف مهمترین تهدید فانتوم‌ها در ارتفاع پایین هستند. خلبانان فانتوم در ارتفاع بالا تهدید مهمتری دارند. عراق با نگاه به تجربه جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی، شبکه گسترده‌ای از موشک‌های سام را برای دفاع از ارتفاع متوسط و بالا از شوروی خریداری کرده است. یعنی یه چیزی رو میشه گفت تقریبا به عرض شاید 1.5 تا 2 متر و به طول 5 تا 7 متر از یک سکوی به طرف شما فایر میکردن و این میتونه سرعتش 40-50 هزار پای بیاد. طبق برنامه فانتوم ها باید در 2 دسته 4 فروندی حمله را انجام دهند. ساب لیدر یا فرمانده دسته دوم پروازی شهید یاسینی است. با برج هیچ تماسی گرفتیم، از روی باند 29 راست آماده شدیم برای تیک آف کردن. 1, 2, 3, 4 بلند شدیم. 8 فروند فانتوم در ارتفاع بسیار پایین وارد خاک عراق می شوند. پروازمون ادامه دادیم، خیلی ارتفاع پایین، از یه نقطه که بایستی ورود میکردیم و قبلا هماهنگ شده روی نقشه وارد ام القصر شدیم و شروع کردیم به ترتیب بمباران کردن و زدن و آمدن. فکر میکنم که ساعت 1 یا 1.5 بود، چون گفته بودن بعدها اینا همه توی نهارخوری نشسته بودن، نیرو دریایی ها نشسته بودن نهار میکنن که این دفعه همه زندگیشون رفت رو هوا. مأموریت انجام میشود و فانتوم ها در راه خانه اند، اما یکی از فانتوم ها به خلبانی ابوالفضل مهدیار مورد اصابت قرار گرفته است. ابوالفضل مهدیار صداش بلند شد، محمود منو زدن. بهش گفتم ابی، ابوالفضل گفتم ابی، ابی ببر بیرون. ابوالفضل مهدیار کابین جلو، محمود شادمانبخت کابین عقب، با چتر دارن میان پایین. اما این ناجوان مردا، این آدمای خبیث، از زمین رگبار مسلسل بستن بینا به جفتشون رو با چتر روی آسمون تیکه پاره کرد. ابوالفضل مهدیار کسی بود که به اتهام حضور در ماجرای
نوژه که به نظر من یه توهم بود، این جزء کسان بود که این اتهام بهش وصف بودن که شما جزء این ماجرای کودتای نوژه است. میتونست معاف شده دیگه، برگرده بیاد بره به زندگیش. گفت نه، جنگ شده، ایران در خطره. تا در اون پرواز ابوالفضل مهدیار و محمود شادمان هر دو شهید شد. پیش از جنگ عراق در برابر اجازه پهلو گرفتن به کشتی‌های نیروی دریایی شوروی در ام القصر 12 ناوچه موشک‌انداز پیشرفته اوزا و 400 تیر موشک استیکس از شوروی خریداری کرده است. این در حالی است که با فسخ قراردادهای خرید موشک‌های ضد کشتی هارپون توسط دولت بختیار، ناوچه‌های موشک‌انداز نیروی دریایی موشک چندانی برای درگیری ندارند. با توجه به این عدم موازنه، نیروی دریایی تصمیم می‌گیرد در نبردی سرنوشت ساز نیروی دریایی عراق را از پای درآورد. این کار باید با هماهنگی و محوریت نیروی هوایی باشد. برگشتم به جامسرنگ دادپی، گفتم که آره ناوچه پیکان رفته دریا، یه ناو لوجستیکی هم رفته تو دریا، اینا یه کاری دارن میکنن، ولی تا حالا به ما هم نگفته بودن که پشتیبانی هوایی چی باید باشه. گروه رزمی 421 نیروی دریایی در بوشهر فرماندهی را بر عهده میگیرد. آنها میدانند در یک درگیری فرسایشی دریایی برتری تجهیزاتی با عراق است، بنابراین باید نبردی همه جانبه و سری را تدارک ببینند. طراحان با زیرکی تصمیم می‌گیرند بر خصوصیات روانی دیکتاتور عراق دست بگذارند. آنها باید صدام را تحقیر کنند. عراق با توجه به ساحل کوتاه و کم عمق خود در خلیج فارس و محدودیت ساخت بندر، اقدام به ساخت دو اسکله غول‌پیکر در 30 کیلومتری ساحل خود در خلیج فارس کرده است. طول این اسکله های عظیم نفتی حدود 1 کیلومتر است. نفت عراق با لوله های عظیم به این اسکله ها می رسد. همزمان 4 سوپر نفت کش می توانند در کنار این اسکله ها پهلو گرفته و سوختگیری کنند. اهمیت این سکوها که البکر و الامیه نام دارند برای صادرات نفت عراق حیاتی است. با توجه به تحرکات مرزی عراق، دستور رزمی البرز برای مقابله با این کشور در ستاد مشترک ارتش آماده می شود. این طرح که اصلاح شده ی طرح‌های پیش از انقلاب است، در فروردین ماه 1359 به نیروی هوایی ابلاغ می شود. طرح تهیه شده برای نیروی دریایی درفش نام دارد. به من گفت برو اون چه که توی دستور نبرد درفش هست، اون چه که تو دستور نبرد البرز هست، هواپیما رو حاضر کن که ما اگر گفتن بگیم ما برابر این فرق حاضریم. من اومدم 4 فروند هواپیما رو مجهز کردم، به دستور دادم که مجهزش کنن به هر کدوم 6 موشک موریک، یعنی 4 تا هواپیما 24 تا موشک زدیم. ها به صدام رسیده است. او که از این اتفاق بسیار عصبانی است، دستور می‌دهد تمام واحدهای نیروی دریایی عراق برای بازپسگیری سکوها اقدام کنند. این اتفاقی است که طراحان نیروی دریایی منتظر آنند. صبح روز 7 آذر ماه تکاوران دریایی بر روی سکو مستقر شدند. ناوچه پیکان نیز برای در اشتباه انداختن رادار کشتی‌های دشمن در پناه سکوی البکر است. از دور شبح ناوچه‌های عراقی دیده می‌شود. 4 فروند ناوچه به سمت سکو نزدیک می‌شوند. مختصات ناوچه‌ها با هماهنگی سروان محمد شریفی به فرماندهی پایگاه بوشهر ابلاغ می‌شود. نیروی دریایی درخواست هواپیماهای موشک موریک رو کرد. اکنون نوبت فانتوم‌های پایگاه ششم شکاری بوشهر است. فانتوم‌ها به موشک‌های ماوریک مجهز شدند. AGM-65 یا ماوریک یک موشک هوا به زمین هدایت تلویزیونی است. این موشک یک دوربین در قسمت جلوی دماغه خود دارد که زیر یک محفظه شیشه است. برای شلیک خلبان هواپیمای خود را در راستای هدف قرار می‌دهد و دوربین سر موشک را روشن می‌کند. تصاویر به صورت مستقیم در مانیتور رادار کابین عقب نشان داده می شود.
بعد از شلیک موشک به صورت خودکار به سمت هدف هدایت می شود تا به آن اصابت کند. این موشک های هوا به زمین با سر جنگی قدرتمند برای هدف قرار دادن تانک ها و سنگرهای بتونی استفاده می شوند. اما نیروی هوایی که در سلاح سازمانی خود موشک ضد کشتی ندارد، از این موشک برای حمله به شناورهای دریایی استفاده می کند. در سحرگاه هفتم آذر ماه 59، فانتوم های پایگاه بوشهر غرش کنان برمی خیزند. هواپی ما بلند شدن. دادپی به من گفت که برو خودتم لباس پرواز رو بیار، پرواز به تو هم میرسه. برای مقابله با تهدیدات، فانتوم ها دو فروندی پرواز میکنند. یکی از آنها مجهز به موشک های هوا به هوا و دیگری مجهز به موشک های ماوریک است. تکاوران دریایی برای روحیه دادن به خلبانان و تحقیر عراقی ها پرچم ایران را در بلندترین نقطه سکو به اهتزاز در می آورند. دشمن نیز هرچه در توان دارد به صحنه نبرد آورده است. چندین موشک استیکس از سمت ناوچه های عراقی به سمت پیکان شلیک می شود که به سکوها برخورد می کند. هواپیماهای میگ 23 عراقی برای غرق پیکان و هدف قرار دادن فانتوم ها وارد میدان شدند. آسمان نیز مانند دریا شلوغ می شود. در حالی که فانتوم های محافظ توجه میگ های 23 را به خود جلب می کنند، فانتوم های مجهز به موشک ماوریک حمله خود به اولین دسته ناوچه های اوزا را آغاز می کنند. اون زمانم که من بوشهر بودم، افسر برنامه نویس پرواز بودم، یعنی معاون فرمانده گردان بودم و افسر برنامه نویس کنم، برنامه پروازی رو من می نوشتم. من برای اون روز قبلشون برنامه پروازی نوشته میشه، خودم و من معمولا می ذاشتم پرواز اول. اون روز شد و پشتیبانی درخواست شد و من پرواز کردم، تماس گرفتم با ناوچه پیکان، سوال کردم موقعیتش رو. اینها گفتش که من اسکله اربک هستم، چسبیدم به اسکله و 4 فروند ناوچه عراقی رو توی رادار دارم میگیرم. دقیقا همون چیز رو که ایشون به من گفتم، اومدم از روی اسکله رد شدم و نگاه کردم دیدم ایشونو. یک مرتبه دیدم به سمتم دارن تیراندازی میکنن. توپای راداری داشتم، راحت قفل میکردم و میزدم. برابر تاکتیکی که ما داشتیم برگشتیم به عقب، برنامه‌ریزی کردیم برای حمله و چیزایی که من دیدم با چشم خودم، 4 ناوچه بود، 4 فروندی داشتن اونجا حرکت میکردن روی آب. این 4 ناوچه، 2 ناوچه داشتن اینا، ناوچه اوزا 1 و اوزا 2. خدا رحمت کنه شهید خلدبری کابین عقب من بود. بهش گفتم حسین بریم. بختیاری باز می‌گردد و در مواجهه با شلیک شدید توپ‌های ضد هوایی ناوچه‌ها سعی می‌کند تا در برد آنها پرواز نکند. و یه فروند موشک رها کردیم به سمت یکی از ناوچه‌ها و سریع مجددا برگشتیم که نریم داخل برد توپخانه‌شون. وقتی برگشتیم برای بعدی، از اون دور که من میدیدم 3 فروند دیدم، به جای یه فروندش دود سفید دیدم که ما مجددا برای ناوچه بعدی هم همین کار تکرار کردیم، زدیم مجددا برگشتیم. بار سوم که اومدیم، باز همون حالتی رو که توی برای اول دیده بودم، همین حالت برای اون یکی ناوچه هم دیدم.
دو تا دود سفید بود و دو تا نفشون. برگشتم برای سومی همه کار تکرار کردیم، منتها موشکی که زدیم موشک ما هرز رفت. یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه از لانچر جدا شد کشیده شد به سمت راست و رفت توی آب. ما الان یه موشک بیشتر نداشتیم و دو تا نافشه. برای بار چهارم هم این کار تکرار کردیم و اون یکی نافشه هم زدیم، منتها خورده بود به پاشنه نافشه، پاشنش تقریبا توی آب فرو رفته بود. منتها دو تای قبلی غرق شده بودن، کامل سریع غرق شدن، اون یکی هم در حال حرکت بود. بختیاری و خلعتبری که دیگر موشکی ندارند به بوشهر باز می‌گردند. فانتوم جایگزین حمله به ناوچه اوزا را آغاز می‌کند و آن را غرق می‌کند. با منهدم شدن این چهار فروند، موج بعدی حملات شناورهای عراقی آغاز می‌شود. عراقی‌ها این بار حتی کشتی‌های نیروبر خود را به میدان می‌آورند. به نظر آنها قصد دارند تا روی سکوها نیرو پیاده کنند. فریاد زیره زیره تو آسمون بلند بود. وقتی من خودم تیک آف کردم برای این ماموریت، دیدم همه دارن خلبانایی که برمیگردن میگن زیره بفرستید، زیره بفرستید. اسم رمز موشک مبریک زیره بود، یعنی موشک مبریک بفرستید. عباس دوران پس از بختیاری به پرواز در می آید. او نیز دو فروند موشک ماوریک به نیروبر عراقی شلیک می کند. اما ابعاد بزرگ کشتی نیروبر باعث می شود که بلا فاصله غرق نشود. قبل از این من با تیمسار بختیاری که سرگرد سروان بختیاری بود با هم داشتیم پرواز میکردیم. من پوشش هوایی اون بودم. با این آدم رفتیم تا دهانه ام القصر، از اونجا ارتفاع گرفتیم اومدیم بالا. هیچ چیزی دیگه رو آب نبود، چهار تا اوزا بود، یه دونه نفربر هزار تنی بود، دو تا پی سیکس رفته بودن زیرا. خب اون کوچولوها، اون آدمایی هم که با جلیقه قرمز بودن ما نمیتونستیم ببینیم، ولی دیگه هیچی رو آب نبود، هرچی بود رفته و زیر آب. هیچ کشتی عراقی در صفحه رادار ناوچه پیکان دیده نمی شود. فرمانده ناوچه پیکان با اعلام پایان عملیات اجازه مراجعت از سکورا می گیرد. ماجرا تقریبا تموم شد. پیکان هم همون موقع شروع کرده بود اومدن. ما اومدیم نشستیم. اما یک ناوچه موشک‌انداز عراقی از روز قبل در پشت سکوی الامیه مخفی شده است. میدونید اسکله های البکر و الامیه یا هر اسکله دیگری در دریا پوشش خیلی خوبیه برای شناور از نظر راداری، چون همش آهنه. در نتیجه وقتی میخواد لاک کنه رو آهن ها لاک میکنه، موشک ها میخوره به اون. پیکان که سرمست از پیروزی داشت میامد سمت بوشهر، این ناوچه اوزا از زیر آب، از زیر الامیه اومد بیرون، لاک کرد روی پیکان. تا پیکان متوجه شد که رادار اوزا هست و در تیر رسشه، شروع کرد درخواست کمک کردن. برسید به دادمون، برسید. این لاک کرده، موشک اولش رو زدیم، شروع کرده بود از این صحبت کردن. موشک اول رو با تیر زدن، با تیربار زدن. موشک دومو شلیک کرده بود، استیکس. هشت موشک میگم فقط رو پاشنش بود که آماده تک، آماده شلیک بودن. موشک دومو شلیک کرده بود، موشک دوم خورده بود به سینه، موشک سوم خورده بود پاشنه، غرقش کرد. اینا هم ریختن رو آب. ناخدا همتی شهید شد، مثل همه فرماندهان شجاع شناورا که تا آخرین لحظه روی ناوچه‌شون، روی ناوشون، روی شناورشون میمونن، ایشون هم مونده بود و وداع کرد. بلافاصله یک فروند فانتوم مجهز به موشک ماوریک به پرواز در میآید و خود را به منطقه میرساند. اما هنگامی به منطقه میرسد که موشک های ناوچه عراقی پیکان را غرق کرده است. تا هواپیمای ماوریک بعدی بلند شد اومد که گویا عباس عابدین بود،
تا اون اومد رسید به منطقه نبرد، اون زد ناوچه پیکان رو غرق کرد. عباس آبادین هم رو اون لاکت زد ناوچه اوزار رو، 4-5 تا موشک بهش زده بود، غرقش کرده بود، اون رو غرق کرد. و ماجرای مروارید اینطوری آغاز شد، اینطوری هم به پایان رسید. این عملیات پیروز که مروارید نام میگیرد به بهای شهادت 34 نفر از کارکنان نیروی دریایی به دست میآید. خلبانان یک فروند فانتوم به خلبانی سروان روستا و صدفان مفتخری دیز در آسمان خلیج فارس جاودانه می شوند. در عملیات مشترک هوایی دریایی مروارید، عراق نیمی از توان دریاییش را از دست داد و تا پایان جنگ حضور مؤثری در دریا نداشت. از قهرمانان این عملیات حسین خلعتبری بود که به عنوان کابین عقب بختیاری موشک‌های ماوریک را به سمت ناوچه‌های عراقی شلیک کرد. خلعتبری جزء معدود خلبانانی بود که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی آموزش شلیک موشک ماوریک را گذرانده بود و مهارت خاصی در شلیک این موشک داشت. او مدتی پس از عملیات مروارید آموزش کابین جلوی فانتوم را تکمیل کرد و مأموریت‌های مهمی را انجام داد. در سال 1364 او یکی از خلبانان فعال پایگاه سوم شکاری همدان بود. من در مدتی که در جنگ بوده یه روز به ما مأموریت دادن که دو تا کشتی حامل مهمات تجارتی که حامل مهمات بوده و برای عراق داره میاد به وسیله اسکورت میشه و وسیله ناوچه های عراقی در اونجا که بره وارد بندر ام‌الغصر بشه، که به ما مأموریت دادن، بلند شدیم و رفتیم منطقه رو دیدیم و در درجه اول چون مأموریت اصلی ما مهمات برا بود، بعد از نابود کردن مهمات برا که من الان دیدم کمتر از 30 ثانیه شاید طول کشید که جفتشون رفتن زیر آب، مثلا تیکی تیکه شده بودن، رفته بودن پیکارشون و برگشتیم توی چیز. بعد یکی از خلبانای ما اونجا بوده گفت امروز برخورد زدن این 6 تا یه نوع معجزه بود که در تاریخ ما اتفاق افتاد. گفتم معجزه بزرگتر از اون بود که از ساحل در چپ راست به ما موشک فایر می‌کردن ولی هیچ کدومش به ما نمی‌خورد. و این جنبه کل تقریبا خاطرات البته زیاده، ولی امیدوارم که بعد از جنگ با بیشتر می‌شینیم با هم دیگه صحبتامون. سرگرد خسرو قفاری در پایگاه همدان فرمانده گردانی است که خلعتبری در آن خدمت می کند. نوروز سال 64 روز یک شنبه بود. ما به خاطر اینکه بچه‌ها بتونن کنار خانواده‌شون باشن ایام تعطیلات عید رو 2 تا 7 روز گذاشتیم، نیمه اول و نیمه دوم. شب سال طویل موندم پایگاه و شب خودم رو گذاشتم خلبان آلرت. ساعت حدود 10:30 آژیر خطر رو زدن، من رفتم پرواز. رفتم روی سنندج، گفتن که رادار به من گفتش که 20 هواپیمای عراقی داره وارد مرز ما میشه. در صورت من به اینها اطلاع دادم که این تعداد هواپیمایی که شما میگید مورد تایید هست، من اینا رو میبینم. کاری هم نکردم. اونها میدونستن که این وری نفر هست که مواظبشون باشه. خود اونها هم اعلام کرده بودن که ما عیدتون رو خراب میکنیم. من برگشتم نشستم، اومدم رفتم تو اتاق آلرت که یه چایی بخورم استراحت کنم که مجددا آژیر خطر زدن. من رفتم پای هواپیما روشن کردم، کنسل شد و برگشتم. صبح ساعت 6:30 بود، دیدم یه نفر داره با بوسه و از این داستانه من خواب بیدار میکنه، دیدم که آقای خلعتبریه. گفتم من دیشب نخوابیدم، چی من بیدار میکنی؟ گفت بلند شو بشین، میخوام با هم صحبت کنیم. به خاطرتون بسپارید یک شنبه 1/1/1364 شروع کرد از شهادت عسکری برام صحبت کردن که آره عسکری موقعی که زدنش پرید بیرون، افتاد توی دریا، رفت تو قایقش خوابید، بعد تو همون قایقش مرد، بعد قایقش رو فرشته ها آوردن دم ساحل، اون تمام قایقش پر خون بود. گفتم این ایدیه روز اول عیده داری به من میدی؟
گفتم من همینجوری داشتم تعریف میکردم که شهید یعنی چی، شهید یعنی چی. خلاصه نشستیم صبحونه رو خوردیم و شاید ساعت حدود 10 بود که آژیر اسکرم بزدن. داشته آماده میشد چتر کلاشو با خودش ببره، گفتم که زیر تانکر نمیری، بنزین گیری هم نمی کنی، میری پرواز تو انجام میدی سری برمیگردی. گفت باش چشم. من رفتم پای هواپیما، اینا روشن کردن و رفتن. هواپیما راه افتاد، رفت سر باند و بلند شد. یک ساعت و ده دقیقه از زمان پرواز حسین گذشته بود. به قول پیرزن پیرمردمون، دلم به شور افتاد. با پست فرماندهی تماس گرفتم، گفتم موقعیت خلدبری کجاست؟ گفتن زیر تانکر. گفتم کی گفته این بره از تانکر بنزین بگیره؟ من نگفتم که خودم اگه لازم شد میرم. چرا این کاری کردن؟ کی این دستور داده؟ که موافق من دستور داده بود، منم بیشتر از این دیگه حق نداشتم پیش برم. پست فرماندهی به من خبر داد که رادار میگه حسین هرچی صدا میکنیم جواب بده. خب من میدونم که چه اتفاقی افتاده دیگه، هرچی صدا میکنیم جواب نمیده، یعنی دیگه همه چی اکار افتاده، رادیو اکار افتاده، آپا اکار افتاده. اینا یا پریدن بیرون یا اینکه نپریدن بیرون. مجددا پیگیری کردم. حالا حساب کنید که با این افکارم تلفن زنگ میزنه. بله، سلام آقای غفاری، حسین کجاست؟ سلام خانم خلدبری، حسین پروازه. نهار شما که حتما میایین خونه ما. چشم خانم. چرا اینجوری حرف میزنین؟ چشم خانم چجوری حرف زدم؟ حتی خودم میدونم که چجوری حرف زدم. شما جای من باشین، چی میخوام بگم؟ با رادار تماس میگیرم، میگم چه خبر؟ میگه آره یه فروند از اینجا اومد، یه فروند از اونجا اومد، یکی از بالا اومد، یکی از پایین اومد. ما به حسین گفتیم برگرد. گفت من نامردم اگه برگردم. خلعتبری میداند که در محاصره چندین هواپیمای عراقی است، اما باز نمیگردد. او موشک راداری خود را به سمت یک هواپیمای میگ 23 شلیک میکند. موشک میگ عراقی را سرنگون میکند. همزمان چندین موشک به سوی فانتوم شلیک میشود. یکی از موشک ها به زیر کابین فانتوم ایرانی اصابت میکند. قرار شد من برم منطقه ای که آخرین لحظه صدای حسین شنیدن شناسایی کنم، که اون منطقه بیجار بود. در صورت منو بردن روی اون منطقه‌ای که آخرین بار صدا حسین شنیده بودن. من رفتم ارتفاع پایین، یه مقدار پرواز کردم. گفتن دودی، آتیشی، تیکه آپمای چیزی نمی‌بینی؟ گفتم دود و آتیش که نمی‌بینم، تیکه آپم اگه باشه من از این بالا نخواهم دید. حالا در نظر داشته باشین که دیشب تا صبحم تقریبا 2 ساعت هم نخوابیدم. که اینا اصلا برای من تو این مقطعی که دارم برای شما صحبت میکنم مهم نیست. مهم اون سفره غذا بود و اون مهمونا و اون سوالا و اون جوابای این خانم. من برگشتم پایگاه همدان، اومدم تو قسمت حالات، گفتم چه خبر؟ گفتن که پریدن بیرون، ولی یکیشون پریده بیرون، موشک خورده توی کابین آپما و حسین توی آپام مونده، کابین عقبش پریده بیرون و دارن میرن بیارنش. مجدداً این خانم محترم زنگ زد. منم تقریبا با همون لفظه سابق یه خود ملایمتر جوابشو دادم. گفتم که اینجوری که به من گفتن آپما اینا رو زدن و اقدام به پریدن از آپما کردن و یکیشون زنده است. هلیکوپتر رفت خلبان کمکی رو بیاره. من هم الان فکر میکنم دیگه ساعت حدود 4 هست، دیگه حالت عادی دیگه ندارم. من مصیبتی رو که به من وارد شده بود برام خیلی سنگین بود، بقیه هم همینطور. ولی چرا حسین باید بیاد من از خواب بیدار کنه؟ چرا من دعواش کنم بگم چرا منو بیدار کردی؟ بشینه برای من از شهادت بگه. خب اینا دیگه برام سنگین بود. پیکر حسین خلعتبری با حضور بی سابقه مردم در زادگاهش تشکی که در عملیات مروارید بیشترین کمک رو به ما کرد در وایوی بوشه. وقتی خبر رو براش میارن به مادرش میگن
میگن حسین حالش خوب نیست، میگه نه بگین واقعیت ها چی شده. ظاهرا اومده بیاد مثلا خورده زمین پا شکسته فلان، میگه نه بابا اون خلبان شکاری فلان، اصلش رو به من بگین. حالا این میان خلاصه توی لفافه و پرده پوشی بکنن، میگه ببینین من خواب دیدم قبل از تولدش هم که میخواست به دنیا بیاد، مرحوم پدرش توش گفت شد حسین به عشق مولا حسین، خوابش هم دیدم که حسین من سر نداره. وقتی موشک خورد به زیر صندلی حسین، سر و هلمتش یه جا دیگه افتاد، بدنش یه جا دیگه پاره پاره شده. یه اجازه من بدین از زمان آقای میلاد عرفانپور در مورد حسین خلعتبری بگم: تا اول و آخر سفر باختن است، در بازی عشق برد با باختن است. از پیکر بی سرم تعجب نکنید، سرباز شدن برای سرباختن است. اون سرباز بود، همه ما سرباز بودیم، وظیفه مون انجام دادیم. امروزه اگر کسی از ما بپرسه، ما هیچ منتی بر ملت ایران نداریم، وظیفه مون انجام دادیم. فقط پلی خداوند میخوایم شرمنده باشیم، شرمنده نباشیم، روسفید باشیم که انشالله درست انجام داده باشیم. در سالهای میانی جنگ و برتری نسبی ایران در جبهه‌های زمینی، ارتش عراق تصمیم می‌گیرد جبهه جدیدی را در دریا باز کند. نیروی هوایی عراق حمله به نفتکش‌هایی که نفت ایران را صادر می‌کنند آغاز می‌کند. حملات آنها با دریافت موشک ضد کشتی اگزوسه از فرانسه مؤثرتر می‌شود. با همکاری سازمان کشتیرانی، وزارت نفت و نیروی هوایی و دریایی ارتش و سپاه، طرحی با نام اژدر تدوین می شود. بر اساس این طرح، کشتی هایی که کالاهای اساسی مورد نیاز ایران را به مقاصد بندر امام خمینی و ماهشهر حمل می کنند، پس از گذر از تنگه هرمز به سمت شمال خلیج فارس حرکت می کنند. با حرکت کاروان از تنگه هرمز به سمت شمال خلیج فارس، همزمان نفتکش هایی که نفت خام ایران را از پایانه های خارک دریافت کردند به سمت تنگه هرمز حرکت می کنند. در این مدت باید هواپیماهای F-14 پوشش هوایی کاروان ها را تأمین کنند. در منطقه شمال خلیج فارس و جزیره خارک، این گشت هوایی با مشارکت خلبانان فانتوم پایگاه بوشهر است. فانتوم‌های پایگاه بوشهر و بندرعباس مأموریت دیگری نیز در خلیج فارس دارند. آنها در پاسخ به حملات عراق به نفتکش‌های ایرانی، به نفتکش‌هایی که نفت عراق را به نام نفت کشورهای دیگر حمل می‌کنند، حمله می‌کنند. جعفر عمادی خود در یکی از این حملات شرکت داشته است. یکی از مأموریت‌های همون تیر غیبی یک کشتی بود به نام کشتی پانامایی. خیلی برای نظام سخت بود که این کشتی سوخگیری بشه، بیاد در دید ما و رادار و سیستم موشکی ما قرار بگیره، خیلی راحت هم بره و سوخت هم به اون برسونه. در نتیجه موقعی که از عراق سوخگیری کرده بود، این ابلاغ کردم به پایگاه هوایی بندرعباس. من اون موقع جانشین پایگاه بودم، نفر دوم پایگاه بودم و روی این طرح کار کردیم. یه اطلاعاتی هم می‌خواستیم از نظر توناژش، وزنش و پرچمی که هم می‌کنه و رنگش. این اطلاعات هم خوشبختانه خیلی به موقع به ما دادن که پرچمش اینه و رنگش هم اینه، توناژش هم اینه و مسیرش از فلان جا میاد رد میشه و میخواد از تنگه هرمز بره بیرون. خب ما این مأموریت به اون ابلاغ شد و قبول کردیم. دو روز مونده بود به اجرای مأموریت، شهید ستاری و شهید بابایی خیلی نسبت به این مأموریت حساس بودن و تاکید کردن که کسی باشه که تجربه داشته باشه در یک مرحله مأموریت انجام بشه، ما مأموریتی دیگه نمیتونیم براش انجام بدیم. خیلی تاکید کردن خلبان اینطور باشه، اینطور باشه، شرح حالش رو توضیح دادن اینا. من دیدم به خود من بیشتر نزدیک هستی تا به خلبان های جوان دیگه. به عنوان شوخی هم به جناب ستاری گفتم اسمش جعفر عمادی باشه کافیه. خلبخندی زد پشت تلفن، گفت اگه خودت باشی که خیال ما راحت‌تر. نزدیک به تنگه هرمز، اطراف جزیره لاوان و اطراف بندر چارک، ما هدف رو اونجا می‌خواستیم ملاقات بکنیم. برنامه ریزیمون مناسب ترین جا اونجا بود، یعنی ارتفاع پای میری دو مال، سه مال، چهار مال قبل از هدف باید اوجگیری بکنی، بعد به حالت شیرجه بکنی روی هدف، هدف رو ببینی، توی اسکوپ دیده بشه، روش قفل بکنی. خب این یه امتیاز بدی داره که زمان به دشمن میده که بتونه ترکت بکنه. ما با وجودی که این کشتی
مورد پشتیبانی ناو آمریکا قرار می گرفت، هواپیمای آمریکایی قرار می گرفت و مورد پشتیبانی هواپیمای عربستان سعودی قرار می گرفت، مجبور بودیم ماموریت رو با AGM انجام بدیم یا هم موشک مبریک انجام و مجبور بودیم که اوجگیری بکنیم. یادم بخاطر که از این دو تا موشک به فاصله زیاد، به فاصله که بیز زدیم، موشک اول رو برخورد شد تا من چشمی دیدم، ولی موشک دوم شد دیگه اجازه نده، چون خودمان در حالت شیرجه هستیم باید یه زمانی ریکاوری کنیم، هواپیما رو از حالت شیرجه در بیاریم و به سمت پایگاه مادر گردش بکنیم. از همون ابتدا به ساکن ما به صورت رمز باید اعلام میکردیم که ماموریت انجام شد. رمز اون روز هم گل بود، اگر فراموش نکردیم ما گفتیم گل، یه گل گفتیم و برگشتیم. دم ساعت از ما سوال میکردن مطمئنی گل؟ میگفتیم بله گل. رادار همین سوال کرد جواب دادیم، اپروچ همین سوال کرد جواب دادیم، برج کنترل سوال کرد جواب دادیم. ما خودم یه شکی برامون شده بود که چرا این همه کنجکاو هستن، این همه ما قرار بوده بدون صحبت این ماموریت انجام بدیم، اینکه الان علنا داریم صحبت میکنیم و همه دارن سوال میکنن یعنی چی فلان اینا. حتی موقعی که نشستیم ته باند که کابین هواپیما رو باز کردیم، مسئولین اومده بودن ته باند پروازی که اصلا سابقه نداشته بیان چون با علامت سوال کردم، ما هم اشاره کردیم که بله زدیم، گل هم هست، علامت اشاره هم کردیم که زدیم. اومدیم پای هواپا خاموش کردیم، اومدیم پای ماچو بوسو این بر بعد گفتن مطمئنی زدی؟ گفتیم بله زدیم. بگه چی زدیم؟ اومدیم در پست فرمانده اشاره کردن که نه، یه گزارش بنویس کامل. محترمانه به ما گفتن خب حالا باش تا بریم فردا چی میشه. در نتیجه ما اون روز محترمانه به عنوان بازداشت در پست فرماندهی موندیم. بعد از ظهر خب حالت پست فرماندهی چون محیط بسته‌ای هستش، اکسیژنی نداره، هوا همچنان سالم نیست، برای کسی هم که بیش از 9 ساعت 10 ساعت اونجا بمونه اصلا رنگ روش یا حالت خاصی پیدا میکنه. شاید هم حالت هم به من دست داده بود که فرمانده پایگاه شاید رعوفانه دلش براش گفت حالا شما برو خونه یه دوش بگی، از این حالت وضع و قیافه بیا بیرون. ما رفتیم خونه که دوش بگیریم، گفتیم خب حالا دوش رو یه مقدار کشش میدیم که شام هم بخوریم. دوش رو گرفتیم و شام هم خوردیم. در حال شام خوردن بودیم و داشت تموم میشد، زنگ خونه به صدا در من. فرمانده پایگاهی که ما رو شب قبلش محترمانه بازداشت کرده بود گفت تبریک و دست درد نکن. تو چی شده؟ گفت آره شما زدی. گفت ما که گفتیم زدیم، شما باور نمیشو. گفت نه، الان بی بی سی گفتش که یک موشک سرگردانی به یک کشتی خورده، این کشتی اول موشک اولی مخابرات شاید دست داده، موشک دوم موتور شاید دست داده، در نتیجه با نشت نفت داره خودش میرسونه به جزیره، یکی از این جزایر بحرین دبینا برای تعمیرات اینا، چون دیروز تو سیستم مخابراتیش خورده و ایشون درخواست کمک نکرده، میده نگفته، در نتیجه شنودای ایران، شنودای دریایی، شنودای سپاه، هواپیمایی که بالا بوده هیچ کس تایید نکرده. یه شخص تایید نکرد خب ما نمیتونست پس شما قبول کنیم، ولی امروز بی بی سی همه رو تایید کرده. در اینجا کار شما خوب بوده و دست شما درد نکنه. نمیخوادم شب بیه بیرون، شب همچه خونت بخواب دیگه. دفاع از آسمان خلیج فارس و خوزستان افتخاری است برای خلبانان فانتوم و پرسنل پایگاه ششم شکاری بوشهر. آنها برای این مأموریت بهای سنگینی پرداختند. وقتی که جنگ شروع شد سال 1359 ما 60 خلبان در بوشهر بودیم. بعد که جنگ تموم شد و یا بعدها که من آمار گرفتم دیدم از اون 60 نفر روز اول 20 نفر فقط زنده موندند. 4 نفر جز آزاده ها بودند، 2 نفر جاوید الاثر شدند، یکیشون یادم میاد ناصر دشوسن، اون پدر نداشت و مادر اون رو بزرگ کرده بود، شده یتیم. هنوز مادر ناصر دشوسن پیرهن اون رو نگه داشته بو میکنه و میگه ناصر بر میگرد. اونا اینطوری بچه بزرگ کردن، اینطوری به عشق این مملکت اینا رو سلحشور بار آوردن.
در هنگام جنگ و در اقدامی نادر از 4 نفر از خلبانان فانتوم تقدیر شد و نام آنها بر روی یکی از خیابانهای زادگاهشان نقش بست. در تهران خیابانی به نام سروان علی بختیاری تغییر نام یافت. بختیاری تا پایان جنگ در نیروی هوایی حضوری فعال داشت و سالها بعد در سمت مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات نهاجا بازنشست شد. من صحبتم با بیشتر جوانه که اومدن جای ما رو گرفتن. میخواستم بهشون بگم که میخواستم به این جوان ها بگم که خب در یه برهه از زمان که جنگ شروع شد ما بودیم و این توفیق نصیبمون شد که از این آب و خاک در حد توان خودمون دفاع بکنیم و الان که شما جای ما رو گرفتید انتظارمون اینه که این رو فراموش نکنید، چون شما بهتر از ما هستید. چرا؟ چون شما رو کسانی آموزش دادن بعد از ما توی این روی که همه با تجربه های جنگ بودن، با تجربه عملیاتی جنگی شما رو آموزش دادن و لذا شما حتما باید از ما بهتر باشید، حتما باید از ما بهتر به این مملکتتون خدمت میکنید، حتما باید بیشتر از اون زمان ما شما آمادگی داشته باشید برای دفاع از این مملکتی که از هر طرف مورد تهاجم سیاسی و تهدید و اینجور مسائل هست. میبایستی آمادگی داشته باشید و دفاع بکنید. شما وارد